جادو یه رسانه خوب ایمان داشته باشی. سلام میکنم به همه شما دوستان و همراهان عزیز که ما را انتخاب کردید برای شنیدن و یادگیری بیشتر. حد زدن نام یک کسب و کار بلافاصله بعد از نگاه کردن به لوگوی اون یکی از قدرت‌های لوگوه. لوگو میتونه یک شرکت رو پیروز کنه و یا شکست بده. ایجاد یک لوگوی موفق بازی کودکانه نیست و همه برندهای بزرگ در یک چیز مشترکند. لوگوهای درخشان و معجزه اونها در جهانی شدن کسب و کار. تقریبا هر برندی یک تاریخ و داستان جالب داره. ممکنه شما هم قبلا بازی حدس لوگو رو انجام داده باشید، اما مطمئنن داستان طراحی بعضی از برندهای معروف رو نمیدونید. پس با برنامه نشان واره همراه باشید تا داستان‌هایی را درباره فلسفه به وجود آمدن معروف‌ترین لوگوهای تاریخ و معنای پنهان اونها رو به شما ارائه بدیم. MGM سلطان جنگل. چیزهای کمی وجود داره که شما رو مجبور به نشستن و توجه دقیق مثل این شیر عصبانی میکنه. حداقل در صنعت فیلم این نماد به همراه صدای قرش شیر متعلق به مترو گلدوین مایره که با MGM شناخته میشه. نسل‌های قدیمی‌تر و اهل سینما حتما این شیر نر رو به یاد دارند که از داخل یک حلقه فیلم قرش می‌کرد. اما بد نیست بدونید که اصلاً ارتباط میان شیر و صنعت فیلمسازی کاملا اتفاقی بوده. در اصل از تصویر سلطان جنگل به عنوان بخشی از نشان تجاری سال 1916 با هدف ادای احترام به مدیر تبلیغاتی شرکت هاوارد دیتس استفاده شد. هاوارد دیتس در دانشگاه کلمبیا تحصیل می کرد و لقب اختصاصی تیم ورزشیش The Lions به معنی شیرها بود. در سال 1924 وقتی مترو پیکچرز، گلدوین پیکچرز و لوئیس بی مایر پیکچرز با هم ادغام شدند، این شیر که نام واقعی اون اسلتس بود در نشان برند MGM ماندگار شد. اسلتس در ابتدا قرشی نداشت، اما اولین بار صدای اون در سال 1928 به کمک گراموفون شنیده شد و در آغاز فیلم صامت White Shadows in the South Seas به نمایش گذاشته شد. پس از مرگ این شیر در سال 1928 این راه رو همه شیرهای MGM ادامه دادن. تا سال 1957 شیرهایی مثل جکی، تلی، کافی، تنر و جورج قبل از معروفترین شیر یعنی لئو در لوگوی این شرکت به کار گرفته شدند. این یک میراث تجاری با ارزشه و همه این سرمایه از اونجایی سرچشمه میگیره که مدیر اجرایی شرکت به یک دانشگاه خاص میره.